بیا چند تا قاشق از این کاچی بخور تا قوت بگیری. قربون دست توران خانم، توری سگ و شیر بدم بعدا. خانم بزرگ شما بفرمایید سر سفره، من مواظبتش میکنم. تو عقلت نمیرسه، برو شام تو بخور. از زاو کسی باید پذیرایی کنه که یه شکم خودش زاییده باشه. بله. وا خانم بزرگ چقدر سرکوف میزنی. تو را خانم یه زن تموم عیاره، خب معذرت که باشه. حالا من که ده تا شکم زاییدم کجا رو گرفتم؟ هر بچه ای که به دنیا بیاد مثل یه میخ طلا زندگی زن و شوهر رو محکم میکنه. بس زندگی ما الان هشت میخه هست. راستی اگه اون دوتا بودن که ده میخه میشود. ما حالا خوشبختی مثلا خوشبختی داره از درکولت بالا میره دیگه. بس بچه ها ولش کنیم بذاری شامشو بخوره، نه به این شوری و شور و نه به اون بی نمکی. بریم بینم زود باشیم. چه دران خانمون نمیبری پیش اون دکتره؟ زنم ببرم بدم دست دکتر مرد مایده. چاره چیه؟ آدم مجبوره. من اگه قیمه قرمه من بکنن پیش دکتر مرد نمیرم. از قدیم گفتن دکتر محرمه، مگه نه خانم؟ اگه آدم مریض دم مرگ باشه نمیره همه جونشو نشونه یه مرد گردن کلوف بده. برای اینجور چیزا بهتر آدم بره پیش دکتر زن. دکتر زن که معاینه کرده فایده نداره. مثلا همین دکتری که بهت معرفی کردم میگن معجزه میکنه، خودت چه رفتی پیشش دیدی چه آدم نجیبیه؟ میدونم، اما آخه توران خانم راضی نمیشه. خب توران خانم هم حق دارن، تا وقتی آدم دکتر نرفته امیدواره، اما اگه دکتر بگه دوا درمون فایده نداره به چی میتونه امیدوار باشه؟ دیگه آدم ناامید میشه. این حرفا همه نسیت. پاشو دست زنتو بگیر فردا ببرش دکتر، ان شاءالله با یه نسخه خوب میشه.